ذره‌ای به نام بوزون هیگز که معروف به ذره خدا، یکی از موضوعاتیه که شما زیاد پیشنهاد داده بودید. امروز میخوام ببینیم این ذره که اینقدر اسرارآمیز به نظر میاد دقیقاً چیه؟ چه ارتباطی با خدا داره؟ اول جواب این سوالو میدم، بعدش از نظر علمی بررسیش میکنیم ببینیم داستان چیه. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک تو پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کامل‌تر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دو تو بخش توضیحات ویدیو هست. خب ما یه نوع ذره بنیادی داریم به نام بوزون هیگز، جزو خانواده بوزون‌ها، که فیزیکدان‌ها 5 دهه داخل آزمایشگاه‌ها دنبالش می‌گشتن. سال 1993، چند سال قبل از اینکه این ذره پیدا بشه، یه فیزیکدان به نام لئون لدرمن تصمیم گرفت کتابی منتشر کنه به نام ذره لعنتی، The Goddamn Particle. منظورش از ذره لعنتی همین بوزون هیگز بود که هر چقدر دنبالش میگشتن پیداش نمیکردن. اما طبق گفته خودش، ناشر کتاب اجازه نداده که عنوانش این باشه. پس دمش رو حذف کرده، شده The God Particle، ذره خدا. این دقیقا چیزیه که نویسنده خود کتاب میگه. چون اصلا بوزون هیگز بعد از انتشار این کتاب بود که معروف شد به ذره خدا. 20 سال بعد وقتی که توی سرن پیدا شد، این خبر تو کل دنیا پخش شد که دانشمندا ذره خدا رو پیدا کردن. بحث آفریننده هم یه چیزیه که همیشه ذهن آدما رو مشغول کرده. این شد که لقب این ذره برای مردم خیلی جذاب بود. کلی هم اطلاعات اشتباه در موردش منتشر شد. پس واقعیت اینه که این ذره هیچ ارتباطی با خدا نداره. حالا وارد جزئیاتش میشیم، ببینیم این ذره چی هست و چرا اینقدر برای فیزیکدان‌ها مهم بوده که 50 سال دنبالش میگشتن. خب تا الان در مورد اتم و ذرات سازندش زیاد صحبت کردیم، اما تعداد ذره ها فقط به الکترون و کوارک و این چیزا محدود نمیشه. این دنیای فوق‌العاده کوچیک خیلی خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. اولین ذره الکترون بود که سال 1897 کشف شد. آخریش هم همین بوزون هیگز بود که 2012 پیدا شد. تا دهه 1960 ذرات عجیبی مثل نوترینوها، میونها یا ذرات پادماده کشف شده بودن و دائما بهشون اضافه می شد. کم کم فیزیکدان‌ها شروع کردن به فرمول بندی یه نظریه که هم یه نظمی به این ذرات بده، هم بتونه نیروهایی که بینشون وجود داره رو توصیف کنه. در نهایت نظریه‌ای ساختن به نام مدل استاندارد فیزیک ذرات. امروز این مدل شامل 17 تا ذره بنیادی میشه که خودشون از چیز دیگه‌ای ساخته نشدن. اینا توی یه جدولی چیده میشن که خیلی شبیه جدول تناوبی عناصره. این ذرات به 2 گروه اصلی تقسیم میشن: فرمیون‌ها، بوزون‌ها. اسم فرمیون‌ها از انریکو فرمی گرفته شده، اسم بوزون‌ها هم از ساتین را بوز، فیزیکدانای ایتالیایی و هندی. اول ببینیم فرمیون‌ها چی‌اند. فرمیون‌ها ذرات سازنده ماده هستند که خودشون به 2 گروه تقسیم میشن: کوارک‌ها، لپتون‌ها. 6 نوع کوارک داریم که هر کدومشون جرم و بار الکتریکی مشخصی دارن: کوارک بالا، پایین، افسون، شگفت، سر، ته. اولی سبکترین کوارک، آخری سنگینترین. هرچی سنگینتر باشن ناپایدارترن، فروپاشی میشن به کوارکهای سبکتر. این ویژگی توی بقیه ذرات بنیادی که جلوتر میبینیم هم هست. اون یکی دسته از فرمیون‌ها لپتون‌ها هستن که اینا هم مثل کوارکها 6 تا و هر کدومشون بار الکتریکی و جرم مشخصی دارن. معروفترین لپتون الکترونه که دیگه هممون میشناسیمش. دومی ذره ای به نام میون که بار الکتریکیش مثل الکترونه، اما تقریبا 200 برابر از اون سنگین تره. توی اتمسفر سیاره ما وقتی که پرتوهای کیهانی به اتم ها برخورد میکنن باعث ایجاد میون ها میشن، اما عمر خیلی کمی دارن، زود از بین میرن. پرتوهای کیهانی هم ذراتی هستن مثل پروتون ها و نوترون ها که انرژی و سرعت خیلی بالایی دارن، نزدیک به سرعت نور. منشأشون هم خورشید یا بقیه ستاره هاست. بعدی ذره به نام تاو که اینم فقط جاهایی ایجاد میشه که برخوردهای پر انرژی بین ذرات اتفاق بیفته، مثل مرکز ستاره ها.
این ذره هم به شدت ناپایداره. موقع فروپاشی به ذرات دیگه مثل میون یا الکترون تبدیل میشه. اون سه تا لپتون دیگه هم ذراتی هستن که احتمالاً اسمشون رو بیشتر شنیدید. نوترینوها. بار الکتریکی ندارن، جرمشون هم خیلی کمه. میتونن از داخل مواد مختلف رد بشن چون تحت تاثیر نیروی الکترومغناطیسی قرار نمیگیرن. این ذرات از طریق واکنش‌های هسته‌ای که داخل ستاره‌ها یا رآکتورهای روی زمین اتفاق می‌افته میتونن تولید بشن. سه تا نوع مختلف دارن به نام الکترون نوترینو، میون نوترینو، تاو نوترینو. در مورد نوترینو لازمه که یه ویدیو مخصوص خودش داشته باشیم چون ویژگی‌های جالبی داره. خب پس این 12 تا ذرات سازنده ماده بودن یا فرمیون‌ها. تمام عناصری که توی جدول تناوبی می‌بینیم فقط از 3 تا از این فرمیون‌ها تشکیل شدن. کوارک بالا، کوارک پایین، الکترون که این 3 تا با هم اتم‌ها رو تشکیل میدن. گروه دوم بوزون‌ها هستن که ذرات انتقال دهنده نیروهای بنیادی محسوب میشن. 4 تا نیروی بنیادی داریم که دنیای ما رو کنترل می‌کنن. نیروی الکترومغناطیسی، نیروی قوی، نیروی ضعیف، گرانش. 3 تا از این 4 تا نیروی بنیادی توسط این بوزون‌ها حمل میشه. نیروی قوی توسط ذره‌ای حمل میشه به نام گلوئون. این ذره کوارک‌ها رو کنار هم نگه می‌داره تا پروتون‌ها و نوترون‌ها ساخته بشن. گلوئون‌ها در واقع ذرات مجازی‌اند. اگه بخوایم واردش بشیم خیلی بحث طولانی و پیچیده‌ایه. باید اول نظریه‌ای به نام میدان‌های کوانتومی رو بلد باشیم. پس اینکه ذرات مجازی دقیقاً چی‌اند می‌ذاریم برای یه ویدیو جداگانه. بنابراین گلوئون یه ذره مجازیه که واسطه انتقال نیروی هسته‌ای قویه. دو تا بوزون دیگه هم داریم به نام بوزون‌های Z و W که هر دوشون مسئول حمل نیروی هسته‌ای ضعیفن. این نیرو عامل واپاشی هسته‌ایه که هسته یه اتم سنگین شکسته میشه به اتم‌های سبک‌تر و انرژی آزاد میشه. بوزون بعدی که خیلی بیشتر اسمشو شنیدیم فوتونه. فوتون که به عنوان ذره سازنده نور میشناسیمش مسئول حمل نیروی الکترومغناطیسیه که توی ویدیوی الکترومغناطیس کاملا در موردش توضیح دادم. میدونیم که الکترون و پروتون با نیروی الکترومغناطیسی به سمت هم دیگه جذب میشن. این نیروی جذب کننده توسط فوتون ها حمل میشه. پس 4 تا از بوزون ها رو بررسی کردیم که مسئول حمل 3 تا از نیروهای بنیادی هن. اما تکلیف نیروی چهارم یعنی گرانش چی میشه؟ این سوال خیلی مهمیه که یکم جلوتر بهش میرسیم. حالا آماده ایم که بریم سراغ بحث اصلیمون، یعنی ذره خدا. یکی از سوالات مهمی که ذهن فیزیکدانا رو مشغول کرده بود این بود که چرا بعضی از ذرات بنیادی جرم دارن، بعضیاشون ندارن. مثلا فوتون ها یا گلوئون ها جرمشون صفره. سال 1964 چند تا فیزیکدان پیشنهاد جالبی ارائه کردن برای جواب این سوال سخت. ایدهشون این بود که باید یه ذره بنیادی دیگه وجود داشته باشه که مسئول جرم بقیه ذرات بنیادیه. هر کدومشون که بتونه با این ذره جدید تعامل داشته باشه جرم داره. این ذره ناشناخته یه ذره مجازی بود که جزو بوزون‌ها محسوب می‌شد. بعدها اسمشو گذاشتن بوزون هیگز که از روی اسم یکی از دانشمندایی که دنبال پیدا کردن این ذره بود انتخاب شد، یعنی پیتر هیگز. برای اینکه ذره هیگز بتونه به بقیه ذرات جرم بده، باید تمام فضا پر شده باشه از بوزون‌های هیگز مجازی که دائما به وجود میان و از بین میرن. این چیزیه که بهش میگن میدان هیگز. ذراتی مثل فوتون یا گلوئون تحت تاثیر میدان هیگز قرار نمیگیرن. برای همین هیچ جرمی ندارن. در حالی که این میدان روی ذراتی مثل کوارک یا الکترون تاثیر میذاره. در نتیجه این ذرات جرم دارن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. ذره هیگز هنوز مشاهده نشده بود. کوبیدن ذراتی مثل پروتون داخل شتاب دهنده ها انواع مختلفی از ذرات رو ایجاد میکنه با عمر خیلی کوتاه. فیزیکدان ها بین اینا دنبال بوزون هیگز بودن اما پیداش نمیکردن. اینجا بود که برخورد دهنده بزرگ هادرونی وارد شد. قوی ترین شتاب دهنده ذرات توی سر.
بعد از 4 سال تلاش با استفاده از این تجهیزات قدرتمند، در نهایت سال 2012 اعلام کردن که تونستن بوزون هیگز رو پیدا کنن. آخرین قطعه پازل مدل استاندارد حل شد و معلوم شد که پیشبینی فیزیکدانا در مورد وجود یه همچین ذره‌ای درست بوده. بوزون هیگز آخرین ذره بنیادی کشف شده است که نیروهای میدان هیگز رو حمل میکنه و باعث میشه بعضی از ذرات بنیادی دیگه جرم داشته باشن، بعضیاشون نداشته باشن. سال بعدش 2013 پیتر هیگز و همکارش فرانسوا انگلرت به خاطر کشف منشأ جرم ذرات برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. اما قبل از اینکه ادامه بدیم بد نیست 2 تا نکته خیلی کوتاه رو توضیح بدم. اول اینکه جدول ذرات رو شاید یه وقتایی به این شکل بزرگتر هم ببینید که هیچ فرقی با اون قبلی نداره. فقط این یکی پادذره هر کدوم از ذرات هم نمایش میده. نکته دوم هم اینه که به صورت دایره‌ای هم نشونش میدن که به نظرم یه مقدار واضح تره. حلقه بیرونی فرمیون ها رو نشون میده، نصفشون کوارک، نصفشون لپتون. حلقه داخلی بوزون هایی رو نشون میده که نیروهای بنیادی رو حمل میکنن. مرکزش هم بوزون هیگزه. خب این مدل درک ما از جهان هستی رو خیلی بیشتر کرد، اما هنوزم موارد زیادی هست که این نظریه توضیحی براشون نداره. یه نمونهش ماده تاریکه. قبلا توضیح دادم که از روی شواهد مختلفی مثل انبساط جهان یا ساختار کهکشانها به این نتیجه رسیدیم که فقط 5% از جهان ما از ماده معمولی ساخته شده. 68% یه انرژی مرموز به نام انرژی تاریک، 27% بقیهش هم از یه نوع ماده ناشناخته تشکیل شده به نام ماده تاریک. مدل استاندارد برای اون 5% ماده معمولی توضیح داره، اما برای ماده تاریک هیچ حرفی نداره. نمیدونه از چه ذراتی ساخته شده، نمیدونه بین ذراتش چه نیروهایی وجود داره. پس این نظریه فقط داره یه بخش کوچیکی از جهان ما رو توصیف میکنه. در مورد اینکه چرا دنیای ما به جای ماده از پادماده ساخته نشده هم مدل استاندارد جوابی نداره. یعنی اتفاقات اولیه بعد از بیگ بنگ رو نمیتونه توضیح بده. اما یکی از بزرگترین سوالاتی که توی این نظریه وجود داره همون بحث گرانشه که گفتم. دیدیم که 4 تا بوزون داریم که مسئول حمل 3 تا از نیروهای بنیادی هن. اما برای نیروی 4م یعنی گرانش هیچ ذره بوزونی نداریم. نیروی گرانش بین 2 تا پروتون تقریبا 1000 برابر ضعیفتره از دافعه الکترومغناطیسی بین این 2 تا ذره. نیروی گرانش توی اندازه های خیلی بزرگ خودشو نشون میده. توی اندازه های کوچیک اتمی به شدت ناچیزه، طوری که عملا میتونیم نادیده بگیریمش. با این نادیده گرفتن تا حدودی از این مشکل فرار میکنیم، اما خب همچنان یه موضوع حل نشده است که باید دنبال جواب مناسبی براش باشیم. نظریه نسبیت عام اینشتین گرانش رو به عنوان یه نیرو نمیشناسه. حرفش اینه که گرانش چیزی نیست جز خمیدگی بافت فضا زمان. ذاتش با اون 3 تا نیروی دیگه متفاوته. برای همین تلاش دانشمندا برای رسیدن به نظریه همه چیز که بتونه هر 4 تا نیروی بنیادی طبیعت رو توضیح بده تا الان به جایی نرسیده. بهترین چیزی که تا امروز به دست آوردیم همین نظریه مدل استاندارده که هم ذرات بنیادی رو توضیح داده هم 3 تا از نیروهای بنیادی. این باعث شده که مدل استاندارد معروف بشه به نظریه تقریباً همه چیز. انگار این گرانش اسرارآمیز که همه چیز دنیای ما بهش وابسته است هیچ وقت قصد رام شدن نداره. اما خب ایده های زیادی مطرح شده که هیچ کدومشون 100% موفق نبودن. مثلا یکیش همون نظریه ریسمانه که قبلاً در موردش صحبت کردم. یکی دیگهش نظریه گرانش کوانتومی حلقه‌ایه. به هر حال دانشمندای سرن و بقیه شتاب دهنده های دنیا همچنان مشغول کوبیدن ذرات هستند، بلکه بتونن راه حلی برای گرانش سرکش پیدا کنن. یکی از ایده هایی که مطرح شده وجود یه ذره بنیادی دیگه است به نام گراویتون که ذره حمل کننده نیروی گرانشه، مثل اون بوزون هایی که 3 تا نیروی دیگر رو حمل میکنن. اما خب هنوز هیچ کس نتونسته پیداش کنه. شاید این ایده فرضی کلا اشتباه باشه و همچین ذره ای وجود نداشته باشه.
اما اگه بتونن پیداش کنن، این میشه بزرگترین دستاورد علمی ما توی کل تاریخمون، چون بالاخره میرسیم به نظریه‌ای که همیشه دنبالش بودیم، نظریه همه چیز.